گرمای چند روز اخیر اروپا از جمله فرانسه و به خصوص فردا تکرار هشدار ایرادهایی است که به حفظ محیط زیست دیده می شود. فردا رئیس جمهور به همراه نخست وزیر و وزیر جدید ارتش طی مراسمی سالگرد 82 سال پیام ژنرال دوگل را برای خیزش و ایستادگی مردم فرانسه برگزار می کنند. Et donc la seule issue souhaitable du conflit est soit une victoire militaire de l'Ukraine. اما خبرها را هرچه سریع‌تر به سمت اوکراین ببریم که آقای مکرون جانبدار گفتگو بین اوکراین و روسیه است. او میگوید دو راه باقی میماند، یا پیروزی اوکراین و روسیه و یا گفتگو بین این دو. پس دیر یا زود باید گفتگو کرد. ما وقتی به اندازه کافی کمک رسانی کرده ایم باز به مرحله میرسیم که بالاخره باید گفتگو کرد. رسانه ها گفتند آقای زولانسکی به نتایج گفتگو با آقای پوتین شک دارد و این را به آقای مکرون گفته است. اما ابتکار از این سو با حضور سه دولت مرد فرانسه، آلمان و ایتالیا حرف دیگری دارد. خرابی های جنگ اگر شباهت انکارناپذیر دارد اما تصاویر متفاوت است. سایت اسلیت می گوید روسیه در حال پیشروی در اوکراین است و سوی دیگر شایعه بیماری آقای پوتین هم به این جمله خلاصه شده که شایعی که حتی وجود ندارد. رفت و برگشت سران با قطاری انجام گرفت که به دلیل نبود پرواز هواپیما هر نوبت با ترن 8 ساعت به طول انجامید. عکس هایی را که از این پس میبینید عکاس نشریه پاریماچ آنها را تهیه کرده است. از ورود مقامات تا کنفرانس مطبوعاتی باید گفت آقای مکرون که سفرش را انتظار داشتیم به بهترین نفع با دو دولت مرد آلمان و ایتالیا هم سفر شدن شکل دیگری را از خود ارائه داد. لوموند می نویسد به یقین عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا در نشست 23 و 24 بروکسل شکل جدی می گیرد. آقای زولانسکی از ابتدای آغاز کارش در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود. در این میان گفته شد فرانسه به خرید گاز از روسیه پایان داده و اتحادیه اروپا قراردادی را با اسرائیل و مصر امضا کرد. این قرارداد را هفته پیش خانم واندرلین امضا کرده بود. خبرنگاران گفتند فرانسه جدا از کمک‌های نظامی روند دیپلماسی را هم گوشزد کرده است و از آنجا که فرانسه تا پایان این ماه ریاست دوره اتحادیه اروپا را دارد دیدار مثبت تلقی شده است. در این گیرودار فروش کتابی به نام یک قاره جانبدار پوتین با علامت سوال هم حرفایی دارد. اما در پی خبر سفر مستقیم آقای بایدن از اسرائیل به عربستان حالا گفته شد همین چهارشنبه ولیعهد عربستان به ترکیه و دیدار آقای اردوغان خواهد رفت. آقای اردوغان بعد از کودتای نافرجام چندی پیش ترکیه رفت و برگشت و گفتارهای متضادی را از خود نشان داده است. در خبری دیگر تحویل آقای جولیان اسانج خالق ویکیلینکس از سوی بریتانیا به دولت امریکا دیده می شود. همسر آقای اسانج که خودش وکیل است در این هفته های آخر از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد. روز یک شنبه پس فردا دور دوم انتخابات مجلس فرانسه که سرنوشت ساز می باشد انجام می گیرد و تا این لحظه دو حزب طرفدار دولت و حزب مخالف اتحاد چپ برای آقای ملانشون تقریبا همپای یکدیگر قرار دارند. جالب است منطقه‌ای که مشهور به جانبداری از آقای میتران بود و شهردارش آقای جکلانگ اینک به سمت راست افراطی خانم لوپن تغییر جهت داده است. امروز در یک درگیری 3 فلسطینی کشته و 8 نفر زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با تأکید خبر 5 عکس را در این ارتباط به چاپ رسانده که جدا از تأثیر اتفاق جستجوی پرنده صلح در تاریکی عکس‌ها عملاً غیر ممکن است. در ارتباط با ایران و توقیف یک هواپیمای ونزوئلایی در آرژانتین و ظاهراً متعلق به ایران این عنوان خبری را ببینیم که میگوید جنگ جهانی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی آغاز شده که یک سوی آن دولت آرژانتین حضور دارد.
در پایان اگر از زمستانی فاصله گرفته به گرمای تابستان می رسیم، تماشای این فیلم کوتاه می تواند خنک خیالی را با تصاویری زیبا به ذهن بیاورد.